خب تو خیابون عده میان اعتراض میکنن، حالا حق ناحق، دقیق غیر دقیق. من خواهش میکنم به همه مردم ما احترام بگذاریم. حالا اگر یه فردی هم شما میگید این فرد از جای تحریک شده، دستور داشته، جاسوس بوده، بگذارید تا در یک دادگاه صالح ثابت شه. همینجوری که نمیشه حرف زد که. هر که میاد تو خیابون حرف میزنه، یا خس و خاشاکه، یا گاوه، یا گوساله، یا آشغاله، چه جور حرف زدنی است؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعهمون برخورد میکنیم؟ ترسوها ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چه کار کنیم؟ مردمی آمدن تو خیابون حرف دارن، حالا بعضی هاشون حرفشون به حق، اعتراض به حق دارن، یه عده هم آمدن سوء استفاده کردن. همه جای دنیا هم هست، تو لندن و نیویورک هم فردا یه تظاهرات بشه، یه عده میان چهار تا شیشه رو میشکنن، چهار تا فروشگاه رو غارت میکنن. مگه اینجوری نیست؟ همه رو به یک چوب نرانیم، دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس دقیق‌تر حرف بزنیم. ملت ما ملت بزرگی هست. حالا چی بود؟ یه اعتراض بود، یه اعتراض تمام شد. حالا بعضیا سوء استفاده کردن، نیروهای امنیتی ما به خوبی اداره کردن، تمام شد ماجرا. فقر افتخار برای ما بعد از 14 از انقلاب نیست. انقلاب جنوب شهری هاست، انقلاب روستاییان است. باید اینها به نوا برسن، نه اشراف مرفه بیدر. برای اشتغال جوانها، اینکه چقدر بودجه گذاشتیم، حرف کافی نیست، شعار کافی نیست، وعدم به اندازه کافی مردم شنیدند. امروز منتظر عمل و اقدامند. بیکاری ها قابل تحمل نیست. از کاخهای شیشه ای باید بیرون اومد، باید اومد تو جنوب شهر. حالی از این بچه های بیکار، خصوصا فارغ التحصیل های دانشگاه ها، ببینید چه تعداد. خود من به عنوان یک طلبه در معرض مراجعاتم، خدا می داند گاهی دلم میخواد بشینم گریه کنم. افراد به هیچ جا دستشون نمی رسته. چند تا جوان تو خونه نشستن و درآمد خانوادگی هم کمه. جوانی که باید مردم رو باید تحویل گرفت. اگر مطالباتی دارند، باید حرفشون رو، اعتراضشون رو، طلبشون رو شنید، نه شنیدنی که تمام بشه. اگر می توانید مشکلاتشون رو حل کنید، به داد مردم برسید. اگر نمی توانید، وعده های بی خودی ندهید، با مردم با صداقت سخن بگویید، اون چه دارید و اون چه می توانید، و کار را به دست خود مردم بدید. با مردم فقط از طریق رضای خدا می شود مردم رو راضی کرد. ما به بعض استانها رفته بودیم، این مسئولین نیروی انتظامی، فرمانده اون استان، گفت خودم در میان آشوبگرها حضور داشتم. اینها کتک خوردن، آمار نمیخوام بدم، دست و پاشون شکسته شد. بعضی ها چشمشون آسیب دیده، که دیروز پیروز من در زنجان خودم شاهد بودم، از اینا فرماندهی محترم اونجا تجلیل کرد، قدردانی کرد، اما خیلی ظرفیت نشون داد.
معلوم می شود که به حمد الله این حوادث نیروهای ما را داره دارای مهارت میکنه، ظرفیتشون رو داره بالا میبره. اینا کتک خوردن، دست و اسلحه نبردن، کتک خوردن، کتک نزدن، لیدرها رو دستگیر کردن، اما به کسی آسیبی وارد نکردن. این اقتداره، این قدرته، این عزته، این فرهنگه، این شخصیته. ما بدهکاریم، ما سپاسگزاریم، ما دعاگوییم. اون ملتن، اون مردمن، اون شهید دادهان، این ملت صبور، این ملت نجیب، این ملت متدین، این ملت انقلابی، این ملت با بصیرت، در لحظه اونجا که میبینن وقتش بیان بیرون، میان با همه فشارهای اقتصادی، با همه نگرانی‌های فرهنگی، با همه بدافلاقی‌های بعض مسئولین، شعارهای بیجاشون، مردم صاحب انقلابند. اما مردم عزیز و شریف ما، او میگوید حکومت از مردم میترسه. مردم خودشون بانی حکومتن، صاحب حکومتن. مردم انقلاب را به بار آوردن، مردم انقلاب را حفاظت کردن، مردم حکومت رو دارن حمایت میکنن و نگهداری میکنن. لذا هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردن و اجتماعشون دریایی خلق کرد و همه آشغالها را شست و برد و انقلاب را قدم به قدم تصفیه میکنن. لذا به تعبیر مقام معظم رهبری، نه یک بار ما باید تشکر بکنیم، هزاران بار. شهدا، شهدا میبینن شما دارید اداء دین میکنید، محافظ خون شهیدان خودتون هستید. نایب امام زمانمون فرمودن نه یک بار بلکه هزار بار تشکر از ملت، تشکر از ملت، تشکر از ملت. همیشه نسبت به این عناصر